امروز در رابطه با زنی که در فیلم های پورنو و سکسی بازیگر هست و فیلم های سکسی بازی میکنه یعنی در از فیلم های پورنو به نام میا خلیفه که اخیرا دفاع کرده از فلسطین و جنایت هایی که حماس و فلسطینی ها در اسرائیل بر علیه زنان و بچه ها انجام دادند و حتی سر کودکان بیگناه رو هم از تن جدا کردند و پول و مهمات هم از جمهوری اسلامی رهبرشون خامنه ای گرفتند اما خامنه ای از ترس خودش رو کنار کشید و به قول معروف خامنه ای لات کوچه خلوت هست حالا این خانم که به دلیل حمایت از فلسطینی ها گفته در امریکا احساس امنیت نمی کنم و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از این زن حمایت کرده یعنی از میا خلیفه چون گفته مردم فلسطین مظلوم هستند و بر علیه اسرائیل صحبت کرده و ناصر کنعانی گفته ما آمادگی داریم که اعطای پناهندگی سیاسی رو به میا خلیفه هنرپیشه سکسی لبنانی امریکایی بهش پناهندگی بدند کنانی گفت اگر این خانم به دلیل حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مخالفت با اشغالگری و تروریسم دولتی سهیونیست در امریکا احساس امنیت نمی کند می تواند با مراجعه به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در این کشور درخواست پناهندگی سیاسی خودشو ارائه بده. جمهوری اسلامی به دلیل انسان دوستانه در سریع ترین زمان ممکن و با نگاه مثبت این درخواست رو بررسی خواهد کرد. دفاع جمهوری اسلامی نماینده خامنی از این دختر سکسی که در فیلم های پورنوست حمایت میکنه بهش کمک می کنند اما زنان و دختران خود ایرانی رو به دلیل یک تار مو رو میزنند و الان یکیشون آرمیتا گویا جانش رو باخته اما هنوز علنی نکردند محسا امینی رو پارسال کشتند به خاطر موهاش اما این زن که هنرپیشه فیلم های است ازش حمایت میکنند و دعوت میکنند بیاد ایران و حتی همسر رئیسی جمیله علم هم همسر ابراهیم قاتل در جلسه شورای زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته خانم میا خلیفه زیبانیز و بهره از نجابت و پاکدامنی یک زن شرقی هم ندارد اما حریت و آزادگی داره و کابوس رژیم سهیونیستی و حامیانش شده است. این هم از همسر قاتل ابرام قاتل اوین اینجوری صحبت کرده در اصل اینها براشون مهم نیست انسانها ولی زنان ایرانی رو دختران ایرانی رو و از حالی که براشون به وجود میارند الان صدها زن ایرانی در زندان ها هستند به خاطر هجاب کشته شدند کور شدند به خاطر اینکه دوست دارند آزادانه زندگی کنند و این هنرپیشه سکسی هم که در امریکا زندگی میکنه در اصل لبنانی است آزادانه میتونه در امریکا حرفشو بزنه نه دستگیرش کردند نه گرفتارش کردند و نه تحت نظارت معموران هست و نه زندان هست آزادی رو باید از کسانی آموخت که واقعا به آزادی اعتقاد دارند، اینها فقط چسبیدن به یک عقیده ای که فقط خودشون اون رو قبول دارند و الان هم در جهان مطرود داره میشه با این جنایت هایی که حماس و فلسطینی ها در اسرائیل کردند و دنیا رو تکان داد و امیدواریم که اینها هر چه سریعتر جهان برای نابودی این انسانهای قشری و ضد مردم آزاده مردمی که دوست دارند آزاد باشند با هر اندیشه ای، با هر چهره ای با هر لباسی با هر عقیده ای آزادانه زندگی کنند اما اینها میخواهند آدم ها رو با منطق های خودشون منطق های دروغین خودشون که چسبوندند خودشون رو به مسائل عقیدتی اسلامی و میخواهند از این طریق مردم رو در زندان و بند و و حسار نگه دارند بکشند شکنجه کنند اونها رو به زندان بیاندازند کاری که در ایران انجام میشه الان چهر و چهار ساله مردم ایران گرفتار اینا هستند در بند هستند زندان هستند اینا چیزایی نیست که تازه باشه و شما نگاه کنید یک سخنگوی وزارت امور خارجه به یک زن خارجی که فیلم پرنو بازی میکنه دیگه تکلیفش معلومه اما برای اینکه دفاع کرده از یک رژیمی که آدمکش هست داعش هست با فیلم ها و ویدیوهایی که در این چند روز در فضای مجازی در جاهای مختلف مردم دیدند حتی مسئولان اروپایی کشورهای اروپایی سران کشورها گریه کردند، اشک ریختن علنی ولی اینها فقط به خاطر اینکه بروند بهشت اون دنیا در کنار جوب شراب بشینند با هوریان گپ بزنند و بخوابند و تفریح کنند جهان رو به نابودی میکشانند تا اون عقیده دروغین خودشون رو به دیگران تحمیل کنند اما اینها رفتنی هستند مردم ایران مردم اسرائی مردم جهان به آزادی خواهند رسید مردم جهان منظورم اسلامی هایی که در بند این عقیده هستند و این سران فاسد و دروغین و کسانی که به نفع خودشون دروغ میگویند اما خودشون در خلوت هزاران کسافتکاری و هزاران جنایت میکنند ولی خودشون رو انسانهای صادقی نشون میدن حتی این روزا ترامپ هم بر علیه اینها صحبت میکنه و گفته این آیت الله ها یعنی خامنه ای باعث نابودی جهان خواهد شد اظهارات ترامپ در مورد جنایاتی که فلسطینی ها انجام دادند و با بایدن درگیر است و اون رو یک آدم ناتوان میدونه و تمام این گرفتاری ها رو مسببش رو بایدن میدونه و پول 6 میلیارد دلاری که به جمهوری اسلامی میخواد بده که حالا شنیدن با همین صحبت ها جلوی پول گرفته شده که قطر این پول رو به جمهوری اسلامی نده حالا چقدر این صحیح است و عملی مشخص نیست اما در خبرها بود که این اتفاق خواهد افتاد به هر حال این مسئله رو خدمتون گفتم که ببینید اینها چقدر شارلاتان هستند که حاضر هستند اون زن رو بپذیرند در ایران اون زن بازیگر پورنو رو اما دختران و زنان ایرانی رو چگونه در حصار و بند قرار دهند